یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. اینجا شکرستانه، ولی اشتباه نشه، اول مهر نیست. قصه امروز ما در مورد این آقای مدیر فرهیخته شکرستانمونه که مایه افتخارمونم هست. سلام آقای مدیر. سلام دادم، صبحت بخیر. شما همونی هستین که مدال حافظه برتر گرفتین مگه نه؟ بله جانم، مفتخرم به کسب مدال حافظه برتر. یعنی شما همه چی یادتون میمونه؟ معمولا و تقریبا همه چی جانم. خب شما بگین چطوری حافظتون برتر شده؟ رازتون چیه؟ خب جانم، حافظه مثل یه ظرفه. بهتر حافظه را از کینه ها و افکار بیهوده خالی کنی تا جا برای چیزهای بهتر باشه. من همیشه وسایلم رو جا میذارم، مثلا کلیدم رو هی گم میکنم یا شعر یادم میره و اینجور چیزا. آقای مدیر، به نظرتون حافظه من چه ایرادی داره؟ هیچ ایرادی نداره راوی جان، باید فکر کنی تا حافظت قوی بشه. آقای جزه چطوری؟ چطوری مغزمونو مثل شما قوی کنیم ها؟ آقای جزه، من میخواییم مثل شما بشیم، چیکار کنی؟ باشه باشه جانم، الان به همه تون میگم که راه تقویت ذهن و حافظه چیه؟ ببینید این عکس مغز ماست. وقتی یه چیزی یاد میگیرین، اول در مخزن حافظه کوتاه مدت ذخیره میشه. بعد اگه بهش فکر کنید و مدام مرورش کنید چی میشه؟ حافظه شما تثبیت میشه و میره توی قسمت حافظه بلند مدت، یعنی برای همیشه یادتون میمونه. نکته اول اندیشیدن و تعمق. دانش آموز جانم، پسرم، دخترم، راوی جان، همیشه باید فکر کرد در مورد همه چیز. از توی کلاهتون پرنده در بیارید. نه، فکر کردن شعبده بازی نیست. بررسی دقیق جهان اطراف یعنی دیدن، شنیدن، سنجیدن. باید روزی چند ساعت مطالعه کنید. نذارید هیچ چیز حواس شما رو پرت کنه. عقل سالم در بدن سالمه. هر روز ورزش کنید. اشیای آشنا رو جا به جا کنید. ذهن نباید اسیر عادت بشه. سعی کنید مدام جاتون رو عوض کنید. آزاویه های دید تازه مغز و فعال نگه دارید. همیشه دنبال یاد گرفتن یه چیز تازه باشید تا مغزتون پیر نشه. کارها رو با دست غیر قالبتون انجام بدید، یعنی راست دست ها با دست چپ تمرین کنن و چپ دست ها با دست راست تمرین کنن. سعی کنین شماره تلفن ها رو حفظ کنین. سعی کنین لغت های تازه یاد بگیرین. از همه مهمتر باید از تاریخ عبرت بگیرین. آفرین، الانم بدوید تا زنگ مدرسه نخورد. آقای نازه. بله آقای مدیر. مگه امروز جلسه اولیا و امنا نیست؟ چرا هست؟ مگه از اولیا و امنا دعوت نکردیم تشریف بیارن؟ آقای مدیر، به جون خودم هم کارت دعوت فرستادم، هم دیروز زنگ زدم به همه شونو یاداوری کردم. بله میدونم، شما کارتونو درست انجام دادید، ولی این اولیا و هیئت امنای ما چرا عین برگ خزون ریختن؟ اتاق جلسه که خالیه. من چیکار کنم آقای مدیر؟ فردا زنگ بزنم مثل ماه قبل میگن یادمون رفت، دیگه یه جایی سالم تو اعصاب من نمونده از بس این اولیا و امنا بدقولن. که اینطور که فراموش کردن. پس لطفاً مدرسه رو تعطیل کنید. بچه ها برن خونه بمونن تا همه راه مدرسه و قول و قرارامون رو یادشون بیاد. نانه زنگ شده. چاکه سرم رفت. اینا چرا تو مدرسه نیستن؟ چه خبره بابا جان؟ از این دست پا خارج شدی؟ دفتر آقای مدیر، بفرمایید. بله، مدرسه تا اطلاع سالمی تعطیل. آقای مدیر، آخه الان چه وقت تعطیل کردنه؟ بابا این چه وضعیه؟ این بچه ها اومدن تو دست و پای من. چی؟ مدرسه تعطیله؟ تا کی؟ وقت گل نی؟ آخه واسه چی؟ الو؟ الو؟ خب حالا ببینیم بالاخره حافظه بلند مدت اولیا و امنای گرامی یاری میکنه یا نه؟
بشه. وایسا بچه سرم سیاه میرفت. یه یاده یه هوار، مگه شما درس و مشق نداری؟ لمس کردم بقیه حواس پنجگانم رو تقویت میکنی. آه ننه چیزی شده از خونه زندگی من سر وارونه شده. برای تنوع عادت خیلی بده. آب بلا گرفته الهی بالا پر نزنی ننه، آکه این مدرسه وا میشه. و اینک مشروع اخبار و اینک تفسیر اخبار. آخه بچه مگه نصف شب کارتون میبینن؟ مگه نمیگم برو بخواب؟ خب مدرسه فردا تعطیله. آخه مدرسه چرا تعطیله راوی؟ من دقیقا نمیدونم، فکر کنم یه چیزی بود که یادم رفته. من میدونم و این راوی و اون مدرسه. صبر کن صبح بشه. اینجا شکرستان، فردا صبح و این گروه نسبتاً خشن بی‌اعصاب. مشکل چیه خانوم؟ ننه مشکل چیه؟ مشکل این به تای بلا گرفتن که خونه زندگی منو وارونه کردن. هر جا رو نگاه میکنی بچه ریخته، چشماشون رو بستن. تو مغازه من با شیشه بود، میوه بود. حالا میوه یا شیشه، خسارت پشت خسارت به من وارد شده. کی به من جواب میگه؟ آقا این چه وضعیت درست کردی؟ بچه من هی میره تو دیگ، هی میره تو یخچال. آخه این بچه اینطوری نبود که من هزار تا کارو گرفتاری دارم کش منو با این حافظه و تقویت و این حرفا. همینا بگوی. اجازه بدید برگردیم به علت اصلی. آقای نازم شما بفرمایید قرار ما چی بود؟ قرار ما این بود که سه روز قبل اولیا و امنای گرامی مدرسه تشریف بیارن جلسه، ولی تشریف نیاوردن. هیچی، انگار نه انگار که من کارت دعوت فرستادم، زنگ زدم، این اعصاب من از دست شماها داغونه داغون. خب من که شکر خدا نه اولیا هم نه امنا، برم تا بدهکار نشدم. اتفاقا شما هم حتما تشریف داشته باشین، شما هنوز بابت تحصیلات سمند آقاتون به مدرسه بدهکاری. من سمند کی حالا یادتون رفته، ولی پرونده پسرتون موجوده، هنوز بعد از 20 سال از درس تاریخ رفوزه شده، باید بیاد با بقیه امتحان بده. در نتیجه شما هنوز جزو اولیا و امنا. آه ننه من میخواستم بیام، ولی این قرصای حواس پرتی ما نخورده بودم. آه یادم رفت. اینه هر بار که یادتون میره. آه ننه خوب این زل سادون افتاده است به پخش سریالای من. من که نمیتونم هم تلویزیون ببینم هم بیام جلسه. قسمتی 198 مثل ننه حساس است. خب پس حافظتون خوب کار میکنه، حواس پرتی ندارین. بهانه شما چیه جانم؟ آقای مدیر من میخواستم بیام، سویچ ماشینم رو گم کردم، دنبالش گشتم ولی دیر شده بود، دیگه نیومدم. شما چی؟ من داشتم پیاز تفت میدادم، خواهرم از راه دور زنگ زد، دیگه هم پیازم سوخم، از جلسه جا موندم، شرمنده. خب اینطور که معلومه همه شما عزیزان مشکل جا گذاشتن و جا موندن و آلزایمر مصلحتی دارید. بنده در این چند روز با آقای ناظم مشورت کردم و برای جبران این وقایع تنبیه مناسبی برای شما اولیا و امنای گرامی تعیین کردم. به علت فقدان حافظه از شما دعوت میشه در مسابقه تاریخ اولیا و امنا در برابر دانش آموزان برتر مدرسه شرکت کنین. چرا؟ چون فراموشی یک عارضه تاریخیه و باید با تاریخ تفاوت درمون بشه. تا شما باشین پیازتون نسوزه و سویچتون گم نکه و پای سریال جا نمونین. و البته وظایفتون رو در قبال مدرسه انجام بدین، از جمله شرکت در جلسات اولیا و مربیان، جلسه امنا و مربیان، جلسه همکاری در بازسازی کتابخونه مدرسه، جلسه مشارکت در فعالیت‌های غیر درسی در جهت تقویت روابط بین خانه و مدرسه. و اگه قبول نکنید مدرسه دو هفته دیگه تعطیل میمونه، شاید هم بیشتر، اما اگه قبول کنید ما هم گذشته رو به نفع آینده فراموش میکنیم و کماف سابق در خدمت دانش آموزان جانم خواهیم بود. مسابقه سرنوشت‌ساز تاریخ بین اولیا و امنا و دانش آموزان عزیز مدرسه آغاز می شود.
لطفاً سکوت و رعایت بفرمایید. هر کی زودتر زنگ بزنه و جواب درست بده امتیاز میگیره. سوال اول، اولی مؤسس سلسله شکرستان که بود؟ شکرخان، شکرآفرین. ای بابا نوک زبونم. آقای جزی، شکرخانی چکندرنشان. آفرین دخترم. خب سوال دوم، در دوران استبداد اجنبی ها کدام عهدنامه ننگین به دست کدام حاکم نالایق به امضا رسید؟ آن ننه تو رادیو گفت همه پری روزا واتی چی بود؟ اهنامه چای نباد. تقریبا درسته، ولی به دست کدام حاکم نالایه؟ آ دیگه تو رادیو اینو نگفتن ننه خازه فرزان، شما بگوی. نوکه زبونم، حاکم نالایقه چیز بوده؟ کی بود؟ خب تو بگو. نه اون یارو کچکلاخان شیرین عقل نبود. اجازه؟ بگو جاینم. نباد چای میزافی کیه نه ننه قربونت شد، اینقدر تاریخت خوب از ننه. سوال بعدی، کدام یک از این افراد در نبرد تاریخی شکرستان و نمکستان موجب پیروزی شکرستان شد؟ دقت کنید. الف سردار شکر شکرکلاخان، ب فرمانده شکر نقلی، جیم نقلی شکر فداکار، دال مرادخان دلاور گل گلاب. نقلی شکر فداکار؟ نخیر. آقا اجازه، مرادخان دلاور گل گلاب. آفرین جانم، تو هم درست گفتی. پس مثل اون قهرمان دلاور شجاع و قهرمان باش. خب سوال آخر، اولیا و منای محترم تقاضا دارم برای حفظ آبرو هم که شده درست جواب بدید. لطفاً به ترتیب سلسله های شکرستان رو تا قبل از دوره معاصر نام ببرید. دوره معاصر کیه؟ بلولیان، نقلیان، شکریان. آننه گمونم اصلیانم بودن. بلاته، شما بگو قلی جانم. آقا جازه، شکریان اول نقلیان، اصلیان، نمکیان قاصد، شکریان دوم پولکیان، نباتیان. بله درسته، برنده این مسابقه دانش آموزان نمونه ما هستن. به افتخارشون دست بزنید. اینجا شکرستانه و به به، دانش آموزان بالای سن قانونی. میبینم که باز بوی ماه مدرسه، بوی بازی های راه مدرسه، خنده های قاه قاه مدرسه. قاه قاه خنده میبینی؟ دلت خوش آرامی؟ حالا چی شده تشریف میبرید مدرسه؟ جلسه اولیا و امنا و مربیانه؟ نه قرار شد اسما کلاسی جبرانی تاریخ پاس کنیم. حافظمون ریفرش شد. نه حالا شما به جای ریفرش بگو تازه بشه، سر جاش بیاد. تا فارسی به این خوبی هست خارجی چرا؟ آقا مدیر گفته بعد خارجکی هم یاد بگیری. ببینا یه جلسه ساده میرفتیم، الان مجبور نبودیم تاریخ حفظ کنیم. اصلا اشتباه شما همینه که میخواین تاریخ رو توی حافظه کوتاه مدتتون حفظ کنی. حافظه است دیگه، کوتاه بلند نداره. اتفاقا داره خانم، باید تاریخ رو درک کنین. به قول آقای مدیر، تعمق و اندیشه. یک کلامم از راوی قصه، بریم مدرسه‌مون دیر شد. دانش آموزان جبرانی توجه بفرمایند که گذراندن این کلاس تاریخ به علت عدم توجه شما دوستان و بیگانگی شما عزیزان با تاریخه. بنابراین هدف این کلاس نمره نیست، بلکه دانشه. آقا اجازه. بگو جانم. دیگه آخر عمریم و تاریخ بخوایم چیکار؟ آقای مدیر اجازه است؟ من یه چیزی به این خواجه فرزان بگو. اجازه امام، دست شماست ننه قمر، بفرمایی. ننه آخری عمری چیزی است؟ من هنو 20 سالم هم نیست. چه دلی آدم با سوونا دانش آموز باشه؟ خب شما نه من. بابا من موقعی که میرفتم مدرسه تاریخ جغرافیم 20 بود. پروندم تو بایگانی موجوده، برید ببینید چند بار باید امتحان بدم. اونقدر که فراموش نکنید، یک اشتباه نباید دوبار تکرار کرد. نباید بعد کرد. نباید مراسم و قوانین زندگی رو نادیده گرفت. شما که خودتون هنوز خوب درس‌های زندگی رو یاد نگرفتین، از بچه‌هاتون چه توقعی داری؟ آنن راست میگوی، ما الگوی بتاییم خوبیت ندارد، ما ندونیم چی بوده. آفرین به این ننه قمر شجاع و صادق. آگاهی و ضعف خودش شروع قدرته. براش دست بزنید تا معلم تاریختون بیاد.
حالا اجازه بدید تا معلم های تاریختون رو معرفی کنم. دانش آموزان جانم، گودر، قلی، لیلا، اسکندر. این دانش آموزای عزیز از امروز معلم شمان و بهتون آموزش میدن. هر وقت امتحان گرفتن و قبول شدید مدرسه باز میشه. خب لطفا صفحه 20 کتابتون رو باز کنین. بابا جان شما بخون. اهمیت تاریخ، قطار تاریخ. اینم از قصه ما و حافظه های بلند مدتی که باید برای تاریخ جا باز کنن. شاید اگه بدونیم قبلا چی شده و چرا، امروز بهتر و کم اشتباه تر زندگی کنیم.